همکشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نساخ، خانمها و آقایون، شلوم. امروز روز 17 ماه تموز، آغاز سه هفته است که عوام در ایران به آن میگفتند ایام نوحه یا نوحی، در حقیقت ایام نوحی. نوح سرایی یعنی سوگواری. در یکی از سخنرانی ها عرض کردم که تاریخ ما به دو صورت حرکت میکنه، یکی افقیه و یکی دایره شکله. در 3300 و چند سال پیش در 17 ماه تموز یک واقعه بسیار اسفناک اتفاق افتاد، در حالی که ما به سوی ارض مقدس می رفتیم و تورا را به صورت شفاهی 10 فرمان را شنیده بودیم، موشه ربنو بعد از اینکه دو لوح را به صورت نوشته از جانب خداوند دریافت می دارد، مردم به خاطر اشتباه زمانی، یعنی به جای اینکه فکر می کردن 17 ماه تموز قرار بود که موشه برگرده، فکر کردن 16 میبایستی برگرده، و چون اون رهبر بود اون رو دیگر ندیدن، بنابراین شروع کردن به اون گوساله زرین را ساختن. و این شروع متاسفانه در این تاریخ، در این سه هفتهی که ما ایام سوگواری، ایام نوحه مینامیم، وقایع بسیار اسفناک در طول تاریخ برای ما اتفاق افتادند که از همه آنها بدتر، به جز شکستن الواح، شروع ویرانی شهر مقدس یروشلایم بود. یعنی دیوارها به وسیله حصارهای شهر، در حقیقت به وسیله یک بار بابلی‌ها، امپراتور بابل و دیگر امپراتور روم، امپراتوری روم، باعث شد که به طبیق داشت هر دو به طبیق داشت ما، یکی به وسیله بابلی ها، دیگری به وسیله رومی ها، خراب و ویران بشود، مرکز ملی ما از بین رفت و ما در دنیا پراکنده بشویم. و این هفته متاسفانه در طول تاریخ وقتی شما تاریخ را مطالعه بکنید، ببینید بسیاری وقایع اسفناک برای ما اتفاق افتاده. ما میگوییم ساعت سنگینه. ساعت سنگین نیست، زمانه، اعمار ماست که زمان را به وجود میاره، کارهای ماست. بنابراین خواهش میکنم در این ایام نه عروسی صورت میگیره، نه شادی، نه شادمانی، مخصوصا که در این ایام این ویروس هم هست. امیدواریم که ما همیشه حتی روز تیشا به آب که 3 هفته دیگره و اون هم روز پنجشنبه خواهد بود، ما در اون روز نه استغفار میکنیم، نه مشت بر سینه میزنیم، نه خطاهای خود رو میاییم بازگو میکنیم، برعکس همه روزهای سال، به جز شبات و به جز اعیاد، برای اینکه ما ملتی هستیم بسیار خوشبین به آینده، امیدوار به آینده. میگوییم این ایام روزی همگی تبدیل به شادی و شادمانی و خوشی و زیبایی خواهد شد. مطلبی که خواستم خدمتتون عرض بکنم و یک ارتباطی با پاراشای این هفته داره، پاراشای پینخاس، راجع به تاریخ بشر و ارتباط ما با جنگ و با صلح. بشر از وقتی که خودش رو در این کره خاکی شناخته، متاسفانه با یک پدیده بسیار نادرست، ویرانگر آشنا شده و عمل کرده و این پدیده رو ما جنگ می‌نامیم. متاسفانه بیشتر از این که ویروس، اپیدمی و
بیماری های مختلف در طول زمان نسل بشر را از بین برده، انسان ها را نابود کرده، جنگ هاست. یعنی انسان با انسان، ما خود باعث شده ایم که میلیون ها انسان در طول تاریخ با وسیله ابزار جنگی از بین بروند. جای دوری نمیریم، قرن بیستم رو فقط در نظر بگیرید که دو جنگ خانمانسوز، در این دو جنگ در حدود شاید 80 میلیون انسان کشته شدن به وسیله انسان های دیگر. و به همین دلیله که بسیاری از جوان های ما مش بگم پاسیفیست، سرجوان، دنبال این هستن، بسیار انسان های فرهیخته دنبال این هستن که چگونه میتوان بین انسان ها صلح برقرار کرد، چگونه میتوان این اسباب کشتار را از بین برد. خیلی هاشون به سربازی هم نمیرن. صلح جهانی به دنبالش هستیم. تمام سازمان هایی مثل سازمان ملل متحد و قبل از اون یک سازمان دیگری برپا شد به خاطر این بود که صلح ناپایدار را در جهان به صورت صلح پایدار در بیارند. و متاسفانه میبینیم در هر گوشه و کنار این دنیای وانفسای ما میبینیم آثار جنگ و آتش و کشتار وجود داره. شعار ملت اسرائیل همیشه صلح. ما سه مرتبه در روز، در آخر لحش و بارها در قدیش میگوییم اسه شلوم بیبروما و هو به رحما یا اسه شلوم آلن و الکلم و اسرائیل بیبرو آمن. یعنی آن پروردگاری که در افلاک خود صلح بین تمام این ستاره ها و سیارات ایجاد کرده که به هم تصادم نکنند. خیلی زیباست. امیدواریم در کره خاکی ما هم صلح پایدار برقرار بکنه و همه آمین میگوییم. وقتی از صلح صحبت بکنیم، در پاراشای پینخاس مطلبی هست که بایستی به ما معنای صلح واقعی رو بیاد و یاد بده. پینخاس کی بود؟ پینخاس نوه اهرون هکوهن، کسی که تورا میگوید مردی بود سلیم النفس، اوهف شلوم و رودف شلوم، همیشه صلح جو بود، صلح دوست بود و بین مردم صلح برقرار میکرد. پینخاس متاسفانه میبینیم در یک موقعیتی عملی انجام میده که خلاف صلحه و واقع از این قراره. ملت اسرائیل در طول حرکت خود به سوی سرزمین موعود مجبور بود با چند ملت بجنگه برخلاف میل خودش. بالاک پادشاه موآب وقتی که میبینه حریف این ملت نیست از لحاظ نظامی، میخواهد به صورت سایکولوژیکلی به قول معروف یا به صورت لعنت که مردم قدیم بهش اعتقاد داشتن، لعنت کارگر جادوگری را به نام بیلعام که معروف بوده اثر نفس داره و لعنتش گیراست، دعوت میکنه تا ملت رو بیاید و لعنت بکنه. برعکس، به خواست خداوند بیلعام به جای لعنت ملت رو برخا میکنه. ما تو و علیخ یعقوب مشکلاتخ اسرائیل، در صبح قبل از تفیلان کلام بیلعامه که اسرائیل خانه های تو، خیمه های تو و مسکن هایت چقدر زیبا هستند، چرا که در آن درستی و راستی عفت و عصمت وجود داره. ولی بیلعام کسی نبود که دوست ملت یهود باشه. میاد مشورت میده به موآب، به بالاک، میگوید این ملت رو بایستی از درون از فرو بپاشی، بایستی این مقیاس های اخلاقی اونها رو کاری بکنی
که از این بالا فرود بریزه و خواهی نخواهی این ملت شکست خواهد خورد. دختران ماوی، دختران میدیامی را میگوید به طرف اردوگاه های اینها بفرستید و آنها خود را در اختیار مردان بگذارند. این کار را میکنند و یکی از رؤسای قبایل اسرائیل متاسفانه، کسی که بایستی سرمشق باشد، او هم دختری را از که دختر پادشاه میدیان بود، میدراش میگوید، برداشت و به خیمه خود برد. موشه و هارون، شیوخ اسرائیل، وقتی که این در جلوی چشم خود واقعی را میبینند که غیر قابل باوره، عکس العملی نشون نمیدن، ولی پینخاس بلند میشه و میره و هر دوی این دو را متاسفانه تنبیه میکنه و میکشه. بعدا تورا چه میگوید؟ میگوید پینخاس بن الازار کوهن چون آمد به کنایت کنتی، غیرت و تعصبی که من دارم خدا نسبت به کارهای درست و نکرده بودن و این غیرت رو نشون داد، اینی نوتن لوت نتاتی لوت بریتی شالوم، من عهد و پیمان صلح خود را به او دادم. ببینید یک اصل در یهودیت هست، میدان که نگت میدان، یعنی هر به قول ما میگن هر دستی بگیری همون دست میگیری، بدهی اون دست رو میگیری، نیکی بکنی نیکی میگیری، بدی بکنی بدی میگیری. ولی اینجا پینخاس چه کار کرده؟ غیرت ورزی کرده. چرا پیمان سرخ به او داده شده؟ در حقیقت میبایست پیمان غیرت به او داده بشه که همیشه در برابر هر عمل نادرستی بیان بدون اینکه سوال بکنه، بدون اینکه بیاد مشورت بکنه، بدون اینکه قضاوت بکنه یا با قاضی بیاد مشورت بکنه، عملی رو که درباره این دو انجام داده بود انجام بده. ببینیم برعکس، خداوند به او پیمان صلح میده. در اینجا ما معنی صلح رو بایستی بدونیم در یهودیت چی هست. تولستوی در کتاب معروف خودش جنگ و صلح، که یکی از بزرگترین رمان‌های دنیاست، رمان نویس روس اروپایی در همه زبان‌ها رو ترجمه کردن. اگر زندگی تولستوی شخصیشو ببینید، می‌بینید اون خودش افسر بوده، در جنگ‌ها شرکت کرده، کشتار کرده، ولی در کتاب نشون میده که جنگ چقدر بده. هدف اصلیش اینه، بخاطر اینکه آخر عمرش تبدیل شد به یک آدم بسیار مؤمن و زاهد. هدف کتاب اینه. ولی آیا صلح یعنی عدم جنگ؟ اگر دو نفر فرض کنید از یکدیگر خوششون نمیاد، یا دو ملت ولی هرگز جنگ نمی کنند، آیا معنیش صلحه؟ بعضی از مواقع هست شلوما میگوید ات لشالوم ات لبین خما، یعنی زمانی است برای صلح، زمانی است برای جنگ. چرا میگه؟ اگر اون هم با اون طرز تفکر فلسفی که داره میگه جنگ چیز خوبیه. متاسفانه وقتی با از صلح صحبت بکنیم، صلح یک معاهده دو طرف است. دو طرف بایستی با یکدیگر معامله داشته باشن، داد ستد داشته باشن، نگران سلامتی و بهروزی یکدیگر باشن. نه اینکه دو نفر بگن چون جنگ نمی کنیم بنابراین صلح بین ما برقراره. شما به خاطر دارید در 1979 بود صلح بین مصر و اسرائیل برقرار شد، صلحی که هرگز تا مدتی با یکدیگر هیچ ارتباطی نداشتن و همان رسانه های گروهی مصر تبلیغات سو و دشمنی را نسبت به اسرائیل داشتن. اون صلح نمیشه، اگر جنگی نباشه صلح نیست. صلح
یک عامل فعاله بین دو گروه، بین دو نفر، بین زن و شوهر، بین دو ملت. بی تفاوتی، من مزاحم تو نیستم، تو مزاحم من نباش، صلح محسوب نمیشه. بنابراین ببینیم پینهاس کاری که کرد باعث شد اولا اون بلایی که داشت کشتار میکرد بین مردم برای ایستاد و باعث شد صلح بین مردم، صلح بین انسان و خداوند برقرار بشه. ما انبیامون دنیای ایدئال را چطور تصویر میکنن؟ دنیایی که در اون جنگ نیست، مخصوصا یشعیاهو. وقتی شما فصل دهم و یازدهم رو بخونید، این روزی رو پیش بینی میکنه که تمام ابزارهای جنگ تبدیل به گاو آهن، یعنی به چیز مثبت بشه، شمشیر شکسته بشود تبدیل به گاو آهن. آیا ما روزی را شاهد خواهیم بود که چنین حالتی در میان جامعه انسانی به وجود بیاد؟ هرچی در تکنولوژی ما پیشرفت بیشتر کرده ایم، آلت کشتار هم قوی‌تر شده، گاهی موقع خشونت نیازه برای که صلح برقرار بشه. با آلمان نازی هیچ وقت نمیتونستی با هیتلر بشینی صحبت بکنی که جنگ نکنه، میبایستی بود جنگ بشه. متاسفانه اریل شالون یکی از بزرگترین فرمانده های اسرائیل میگفت برای که تروریسم از بین بره بایستی با جنگ ریشه تروریسم تمام زیربنای اونها رو نابود کرد. متاسفانه میبینیم یک چیز حقیقتی است، ولی امید ما، دنیای ایدئال ما این است که تمام این بمب ها، موشک ها، اسباب جنگ از بیان جامعه بشری رخت بربنده و صلح واقعی، آرامش در جهان برقرار بشه. ما در این برهه زمان که دنیا با یک ویروس، با یک ویروس زانو زده، احتیاج به بیشتر صلح بین ملت ها داریم، همکاری داریم، دوستی داریم، همیاری داریم، در خانواده ها بیش از اون، بین همسران بیش از اون. ویروس باعث شده که زن و مرد بیشتر در خونه باشن. این بهترین موقعیت شناخت دوستیه، نه اختلاف، نه نزاع. امیدوارم خداوند عسه شالوم بیبروما و یعسه شالوم علینو و الکل امو اسرائیل و این رو. آمین. شبات شالوم.